سلام فامیل های عزیز این ویدیو تغییرات را که در رابطه به محدودیت های کووید 19 ایجاد شده است به اطلاع شما می رساند. از تاریخ 18 جون سال جاری روز جمعه محدودیت های کووید 19 که قبلا در شهر ملبورن و در دیگر مناطق روستایی ویکتوریا وضع شده بود سهولت می آباد. با ایجاد سهولت های جدید در رابطه به محدودیت های کووید 19 از تاریخ 18 جون در مناطق روستایی ویکتوریا و پنج نفر اشخاص بزرگسال اجازه داده شده تا در یک خانه با هم دیگر دید و بازدید داشته باشند و در بیرون از منزلشان در جاهایی که در اتاق سرپوشیده قرار می گیرد باید در تمامی موارد ماسک بپوشند و فاصله اجتماعی را رهایت کنند و در جای آمه که سرباز است می اشخاص به تعداد پینجا نفر با هم دیگر همایی اجتماعی داشته باشند. در انجام مراسم مذهبی مثل فاتحه به صد نفر گرد همایی افراد اجازه داده شده است و در انجام مراسم مثل عروسی به پینجا نفر فعلا اجازه داده شده است تا با هم گرد همایی داشته باشند. رستوران ها و کافی شاپ های بزرگ بر اساس سهولت هایی که ایجاد شده می تواند در یک زمان به 300 نفر از اشخاص میزبانی داشته باشد و اما محل هایی که کوچک است فقط 25 نفر اجازه داده شده تا در یک زمان از ایشان پذیرایی شود و کسایی که در دفتر کار می کنند قرار است بر اساس سهولت ایجاد شده 75 فیصد از کارمندان دوباره به محل کارشان برگردند و با این سهولت ها فعلا اشخاص می توانند از شهر ملبون به مناطق روستایی و یا هم از مناطق روستایی به شهر ملبون رفت و آمد بکنند. اما باید هنوز هم متوجه باشین که محدودیت هایی که در شهر ملبون فعلا وجود دارد با محدودیت هایی که در رابطه با کووید 19 در مناطق روستایی وجود دارد متفاوت می باشه. یعنی در شهر ملبون فعلا دید و بازدید افراد به دو نفر در داخل خانه اجازه داده شده است. و سر از هفته ای آینده دایورست دوباره باز می شود اگر شما نیاز داشتین می به دایورست مراجعه بکنین و از زمانی که به ساختمان دایورست وارد می شوین ماسکتان را بپوشین و فاصله اجتماعی را در نظر بگیرین اما سنفای انگلیسی در دایورست که برای بزرگسالان وجود دارد دوباره تا یک مدت دیگر باز نخواهد شد هم به یاد داشته باشین که در بین اجتماع فاصله اجتماعی یکونیم متری را در نظر بگیرین دستایتان را با آب و پاک صابون بشوین و یا هم با مایع ضد افونی کننده دستها پاک کنین و اگر علایم بیماری کووید 19 را مثل تب بلند گلودردی سرفه آبریزیش بینی از دست دادن حس زائقه و یا هم حس بویایی احساس کسالت و نفسنگی داشتین بهتر است از که آزمایش کووید 19 را انجام بدین و به مکتب و یا هم محل کارتان نروین و مدتی را در خانه باقی بمانین تا اینکه نتیجه آزمایشتان را دریافت کردین اگر منفی بود در آن صورت دوباره میتانین به کارتان و یا هم مدرسه تان مراجعه بکنین